سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه نیتا. بریم سراغ ترک جدید مدگل به نام چرا. آقا واقعا چرا؟ خیلی خوش اومدین. میاد بالاخره سینگل ترک مدگل اومد. البته قبلش هم فکر کنم یه دونه رفیق کجایی اسم خونده بود، ولی اینو خیلی وقت بودش که کانتان داده بودش که داره میاد و اومدش و مثل اینکه قراره که جدیدن دیگه همه کارا رو حالت سولو بده بیرون، یعنی خودش تک آرتیست باشه توش. این چیزی که تو مصاحبهش فکر کنم هم با عرفان گفتش، هم با پوریا اگه اشتباه نکنم صحبت کرده گفتش. بریم ببینیم که چه کرده. یه ویدیو هم فکر کنم داره. فکر کنم موزیک ویدیو حال نمیدونم، ولی انیمه است یا هم چیزایی توی کانال خوش که گوشت انیمه ببینیم بچه چی گفته. چرا یوتیوب خود مدگل میبینیم مدگل از مدگل برو. آره دیسکریپشن است مدگل از مده افتاده مدبس خدمتشون. با اینترو کار منو شدیدن یاد یکی از آهنگای لیمپ بیزکیت میندازه که اسمش یادم نیست. آره من همین درسته. آره. این گیتاری که اول استفاده شد. چرا برام مهم نیست افکار بقیه، من از خودم میپرسم آیا مرگ پایان بدیه. با چه دوست داشتم؟ فاز رپ نیست، فاز راکه. صاف راک بکنم یه خورده برگشته با اون چیزی که علاقه خودشه، چون میدونم که یه خورده این سبکی گوش میکنه خواننده مورد علاقه‌اش آوریل لوینه. آوریل لوین میگم رفته اون سبک و یه خورده نزدیک شده به اون سبکی که دوست داره، خودش رو پیدا میکنه. خب اگه زودتر مثلا کار نمیکرد با جیدال خب شاید زودتر خودش پیدا می‌کنه. خب مسلما کار کردن با جیدال هم بی‌تأثیر نبوده تو اینکه شناخته بشه، ولی خب خیلی خوبه که الان داره سعی می‌کنه که خودش اینجوری به نظرم باحال‌تره، خود واقعیش رو پیدا می‌کنه و اینم آقا نه به نظر منم مرگ پایان بدی نیستش. وقتی بمیرم بعدش یه خاطره یا یه آگاهی تو جهان، چرا من شبا هیچ وقت آروم نخوابیدم، نمیدونم تو خوابم چی دیدم. به میگن این سوالو جواب نداره، ولی صدای تو سرم نمیخواد بذاره عوض شم، اما کاش میشد. چی شد رو حسیر زندگی شد تش، منو یه روز داشت میکش، زل زدم تو چشماشو بدنم خشک شد و پس ساختم ازش بهترین دوستم. تاریکی شیرین من فراری از روزم. ببین استایل آهنگ قشنگ همون صاف راک و راکاییه که آره به آوریل لوین هم میشه یه جایش مثلا شبیه باشه، ولی اون یکم پانکتره، اون سمت پانک راک میره. توی آهنگ مدگل نمیره اون سمت. نکته مثبتش تا اینجایی که گوش دادم من اینه که تحریرایی که تو این استایل موسیقیه داره رعایت میکنه، دیتیلاشو خیلی خوب داره رعایت میکنه، افت و خیزاشو و اون تحریرها رو به موقع در استفاده کرد. ولی نکته دوم که میخوام بگم صداش پخته نیست هنوز. آره. جنس صداش پخته نیست، یعنی صدای خیلی خام خودشه. یعنی فکر کنم که باید خیلی میدونم دانششو داره. آره. یعنی درس آهنگسازی دانششو داره، خیلی راحت میتونه خوش پیدا کنه اگه بخواد تو این سبک، چون من کرم این سبکم. آره. اگه تو این سبک ادامه پیدا کنه کارش و قوی تر باشه خیلی خوب داره تحریر رو رایل میکنه، ولی اصول صداش پختگی اون پختگی لازم رو برای اجرای این سبک به نظر من، یعنی خیلی صداش خامه هنوز ولی میتونه خیلی عالی بشه. نباید با چیز با نمونه های نه با نمونه چیز نه. من میگم که پتانسیلش رو داره. آره. ولی اینجا اون پختگی دیده نمیشه. آره. پتانسیل داره دیگه. نظر شخصی، ولی همین که ریسک میکنه و میاد که سبکو عوض میکنه. آره. و حالا به قول فرضا اصولا به این خوبی رعایت میکنه، خب مسلما اگه ادامه بده پیشرفتش هم آخه موضوع اینه که این واقعا یه ریسک خفنه که برداشته، که دمش گرم. من خیلی حال کردم که این سبک، این به خاطر اینکه این سبک فارسی وقتی تو بخونی تو مارکت شاید نگیره. آره. یعنی الان مثلا چند روز این رو گذاشته، حالا نزدیک 48,000 50,000 تا ویو گرفته، احتمالاً طرفدار خود مدگلن که گوش دادن. ولی تو اگه بخوای، چون تو مارکت ایران یه خود سلیقه لیمیتره رو این نوع موسیقی و اونایی که گوش میدن، بعد به خاطر میگم بعد صدا پخته تر، یعنی کار خیلی خفن‌تر جدی‌تر روش بشه، ولی پتانسیلش داره و دمش گرم که تو این مارکت ریسک این سبکو برداشته. تحریرها خیلی خوشگله، میگم تحریرها رو رعایت میکنه. آره. دیتیل بار کلا حال کرد. همه چیزو از من بگیرن، یه روز تک تک آدمو میمیرن، من دشمنم خودمه یا خداست، خونه چیه اصلا، خونه کجاست، چرا یادم نمیاد هرچی فکر میکنم، من بیشتر از این جلدم اینو خوب میدونم، اما نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه من هیچی نباشم و ندونم، من زیاد فکر میکنم اما چیزی نمیدونم. باریکلا. آخه آهنگسازی من دوست داشتم واقعا. آهنگسازی خیلی استاندارد اوکی بود تو این سبک و اصول اینکه حالا روی نوت، رو سر بیت، قافیه ها یا مثلا خارج نخوندن، همه چه سر جاش بود. محتوای شعرش رو خیلی دوست داشتم. کانسپت شعرش خیلی باحال بود. یه خود شاید شعر جای کار بیشتری داشت، خب ولی خب چون میخواستش که اون قافیه ها بخوره، چفت بشه روی بیت رو و اینکه اون تحریرها رو بتونه بده، تحریرایی که اتفاقا روی قافیه ها میداد خیلی خوشگل بود. شاید به خاطر این رو دقیقا نقطه قوتش همون بود، تحریرهایی که با قافیه ها مچ کرده و جای درستی استفاده میکرد خیلی بودم. آره. و من فکر نمی کنم که من نشیدم بچه ها، اگه هستن بیاین بنویسین حتما، چون که اولا که من شدیدن آرتیستای خانم رو دوست دارم توی جامعه بسته، نه تو جامعه بسته ما خب خیلی خوبه که تو یک هدفی داشته باشی و با وجود همه چارچوب‌های بسته‌ای که دورته اون هدف رو ادامه بدی، کما اینکه مدگل هم از ایران رفته اونجا و داره اصلا میده. مدگل مدبس هرچی مد داره آقا. آره. پرچم بالاست، خیلی خفنه، بیاین بنویسیم. ولی من فکر کنم که من این سبک رو نشینم تا حالا تو مارکت خودمون، مخصوصا از یک خواننده آرتیست خانم، و دمش گرم که به قول فرضا این ریسک رو قبول کرده و وارد مارکتی شده که شاید خیلی پاپیولار نباشه، خیلی فیم نداشته باشه این مارکت، ولی خب کاش همینطوری روش کار کنه، هی بهترش کنه، هم صداش رو روش کار کنه، هم لیریکی که می‌نویسه. ولی دوست داشتم آقا، دمش گرم، حال کردم. خیلی باحال بود دیگه. نه. گفتم نکته قوت چی گفتم، ولی خیلی جا داره و نه. میشه خیلی کار بهتر بسازه مدگل. یکی همون صداش و لیریک هم که گفتی کانسپت خیلی بالی داشت و این میشه لیریک هم غنی‌تر، چون موسیقی خوب میدونه و اصول داستان و چارچوب میدونه و میدونم که سبک مورد علاقه خودش، موسیقی مورد علاقه خودش که وارد شده، که من امیدوارم که همینجوری بره جلو بهتر کنه دیگه، اصلا یه آهنگی بده بیرون که ما فقط بگیم به به، فقط 100% پتانسیلش هست و امیدواریم که اتفاق بیفته و کلی هم لذت ببریم. بچه‌ها تقدیم شما مرسی، تا آخر ویدیو همراه من و آنایتا بودید. اگر تازه با ما آشنا شدید یا ما رو ساب ندارید میتونید از این برای سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه. آدرس سوشال میدیا ما این زیر هست، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر. واو چه خبره، هیچ کدوم نمیای فالو کنید. اگه حال میکنید با من آنایتا اونجا بیان و ما رو فالو کن. فالو نمی‌کنن اگه نه اونجا فالو کنین یه دورم اول ویدیو اینا تکرار می‌کنیم تا مسئله تو سر بره، کلا کف می‌کنین دست بچه. در انتها امیدوارم از هر جای دنیای ویدیو رو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی آدم باشین دورتون رو پر کرده باشه، شب و روز لاکچری داشته باشین. خداحافظ.